همراهان عزیز درود بر شما به برنامه خدا باوران از رادیو بی خدایان خوش آمدید من حسن فرامرز هستم میزبان شما در این برنامه که یک شنبه ها ساعت 22 سی به وقت ایران به طور زنده از صفحه فیسبوک خدا باوران پخش میشه, پخش میشه. <تصفح> اگه صفحه ما رو فالو یا لایک کنید فیسبوک شما رو در جریان شبنشینی های هفتگی ما قرار میده لطفا خبر رسانی کنید و در صورت امکان با به اشتراک گذاشتن اندیشه های موافق در نشر اندیشه های خودتون بکوشید. امشب انتظار داریم که یکی دو نفر از دوستان تشریف بیارن رو خط تا با هم گفتگو کنیم حداقل یک نفر اعلام آمادگی کرده و نفر دوم هم امیدوارم که تشریف بیاره برای همین من امشب عرایزم رو کوتاه می تا با همراهان عزیز برنامه بیشتر حرف بزنیم هدف ما اینه که با هم گفتگو کنیم و ببینیم این دینی که ما برای 1400 سال عمر و زندگی و کشور و خوشی و ناخوشیمون رو تقدیمش کردیم آیا داستانهاش اساسا حقیقت داره یا نه ما زندگی و کشورمون رو دادیم دست نمایندگان الله آیا این حق ما نیست که بپرسیم اینهایی که خودشون رو نمایندگان الله معرفی کردند از کجا می دونن که اللهی هست و این قوانین شریعت رو برای ما فرستاده من هم مثل خیلی از شماها کارشناس نیستم دردمندم دردمند دردمندم و سوال دارم خیلی هم سوال دارم البته هزار و اندی ساله که با این قوانین شریعت تو سر ما زدند بزرگان ما رو تکفیر کردند کشور رو به غنیمت گرفتند کما اینکه خمینی گفت زنان رو به بادمجان سخنگوی متحرک تبدیل کردند که شرماور واقعا دخترکان نه ساله را طبق سنت رسول شوهر دادند آدم ها رو سنگ سار کردن دست بریدن چشم از هدق در آوردن قوانین اصر جاهلیت قصاص رو که مال دوران حمورابی است دوباره به نام الله و رسولش در کشورمون رایش کردند و هزاران بدبختی دیگه برای ما به وجود آوردن حالا اینقدر حق ما نیست که از شما چند تا سوال بپرسیم اگر از نظر شما من و امثال من گمراه هستیم بسیار خوب شما که آگاه هستید و به دینتون واردید تشریف بیارید و ما رو به راه راست هدایت کنید پس این گفتگوها بسیار خوبه و من خوشحالم که دوستان الام آمادگی کردن بیان خجالتم نداره با هم حرف میزنیم ولی اینجوری نبینیم که کی میبره کی میبازه ببینیم چ... باید ببینیم چه مطالبی مطرح میشه نه اینکه کی چی گفت اگه دوست من یه چیزی گفت پس حتما درسته اگه مخالف من گفت پس حتما غلطه امیدوارم اینطور نباشه من لینک رو میذارم اگه دوستان خواستن میتونن روش کلیک کنن تا وارد اتاق انتظار بشن هیچ نرم افزاری لازم نیست دانلود یا نصب کنید تنها وسیله ای که لازم داشته باشید میکروفون و گوشی یا هدفون که صدای ما دوباره برای خود ما پخش نشه وقتی روی لینک هم وقتی کلیک میکنید یه صفحه ای باز میشه تا میکروفون و دوربین یا کامرای خودتون رو چک کنید لطفا روی دوربین یا کامرا کلیک کنید و اونو خاموش کنید هرچند از دیدار جمال شما خوشحال میشیم اما در این برنامه رادیویی نیازی به تصویر نیست لطفا کامرا رو خاموش کنید بعد از اینکه میکروفونتون رو چک کردین کلیک کنید تا وارد اتاق انتظار بشید لطفا در همون اتاق انتظار باشید تا حرفای من تموم بشه وقتی حرفای من تموم شد من شما رو به این صفحه اضافه می کنم تا بتونید حرفتون رو بزنید تا وقتی من شما رو به این صفحه اضافه نکردم هیچکس صدای شما رو از اتاق انتظار نمیشنوه پس لطفا صبور باشید تا شما رو به صفحه اضافه کنم تا بعدش بتونید حرفتون رو بزنید و همه صداتون رو بشنوید. میتونید از همین حالا روی لینک کلیک کنید و برید از اتاق انتظار برنامه رو دنبال کنید. من بعد از اتمام عرایزم میام خدمت شما. میتونید از همونجا هم به من پیغام خصوصی بدید. تشکر. اما بریم سر موضوع برنامه امشب میخوایم درباره تولد و تکامل خدایان صحبت کنیم افسانه خدایان برنامه امشب اختباسی است جست گریخته البته از کتاب The River of God The River of God یا رودخانه خدا یا رود خدا و یا به قولی دریای خدا نوشته گریگوری رایلی کتابی است بسیار زیبا و روشنگر درباره تولد و تکامل خدای مسیحیت ای کاش وطن دوستان ما همتی می کردند و سرمایه ای را برای ترجمه آثار روشنگر و نجات بخش جهان اختصاص می دادند. این گونه کتاب ها هستند که فکر انسان را باز می کنند و نجات بخش جامعه هستند. نه آن کتاب های اساطیر اولین که هر کس باورشان نکرد کافر است و نجس. اگر سرمایه ای می بود و گروهی از مترجمین استخدام می شدند تا این گونه کارهای روشنگر رو به فارسی ترجمه کنند و در کشور نشر دهند دیگر بازار خرافات ملا اینقدر گرم نمیشد و جامعه اینقدر آزار نمیدید جنگ ما با ملا یا جنگ ملا با ملت صرفا نظامی نیست دیدید که طالبان رفتند اما افغانستان آزاد نشد چرا؟ چون ملاها فرهنگ ما رو هدف گرفتند اینها با ترویج خرافات به فرهنگ ما حمله کردند و ذهنیت آخوندی و طالبانی رو در جامعه رایج کردند به طوری که جوان تحصیل کرده ما نمیفهمه که قصاص بده نجس خواندن دیگران بده به نام دین به دیگران حمله کردن بده ولی تحصیل کرده های ما اینا رو نمیفهمن این نشون میده که جامعه گیج شده و چون جامعه گیج شده ملا هم سواری میگیره جنگ ما با ملا بیشتر فرهنگی است تا نظامی اگر عقل و علم را در جامعه رایج کنیم خرافات ملا هم خود به خود شرش را از سر جامعه کم خواهد کرد و نیازی به نیروهای پاسدار صلح نخواهد بود اما بریم سر این رودخانه خدایان یا همون افسانه خدایان اولش باید با هم بریم سفر امشب میخوام شما رو ببرم به آمازون به رودخانه یا به قولی دریای آمازون رودی است عظیم الجسه که طولش تقریبا 6400 کیلومتر، یعنی از نیویورک در آمریکا تا روم در ایتالیا این رودخونه از کوههای آند در پرو در آمریکای جنوبی سرچشمه میگیره و پس از گذشتن از هشت نه تا کشور از جمله برزیل به اقیانوس اطلس میریزه ارز یا پهنای این رودخانه از یک کیلومتر هست تا چهل پنجا و شاید هم 100 کیلومتر در ایام بارش ها و سیلاب های موسمی البته عمق این رودخونه از 20 متر هست تا 100 متر زیر بستر این رودخونه حدود چهار کیلومتر در زیر زمین یه رودخونه دیگری هست که دو غلوی همین رودخونه آمازونه که اون هم برای خودش غولی است در زیر زمین مقدار زمینی که بستر رود آمازون رو تشکیل میده تقریبا 6.5 میلیون کیلومتر مربعه یعنی تقریبا چهار برابر خاک ایران بستر این رودخانه است یک همچین زمین است این رودخانه آمازون از ملاها هریستره کلش ماسماس حالا من از شما میخوام از جایی که این رودخونه غولپیکر به اقیانوس میریزه با من همسفر بشین تا بر فراز رودخانه و در خلاف جهت آب با هم پرواز کنیم به طرف سرچشمه های این رود عظیم. من و شما از اقیانوس دور میشیم و به طرف کوهستان پرواز میکنیم. در راه می بینیم که رودها و جویبارها و آبریزهای کوچک و بزرگی از این رودخانه بزرگ جدا می شند و رودهای جدید و کوچکتری به وجود می آرند که راه خودشون رو می رند و سرنوشت خودشون رو دارند. در مقابل این آبهایی که از آمازون جدا می شند یه سری رودخانه ها و آبهای دیگری هم هستند که در طول مسیر به رودخانه آمازون می ریزند و بخشی از آمازون میشن. هرچه به کوهستان نزدیکتر میشیم میبینیم که حجم آب آمازون کمتر میشه رودخانه کوچک و کوچکتر میشه و اندازه رودها و جویبارهایی که در طول مسیر به این رود میریزند هم کوچکتر میشه. وقتی میرسیم به پای کوه دیگه از آن رود عظیم آمازون خبری نیست فقط جویبارهایی رو میبینیم که از کوههای اطراف سرازیر میشن و در پای کوه به هم میپیوندند اما از اون عظمت آمازون که در ساحل اقیانوس اطلس دیدیم خبری نیست من و شما بر فراز یکی از این رود، رودهای کوچکی که از کوه سرازیر هستند و به آمازون می ریزند، پرواز می به طرف بالای کوه خلاف جهت آب میخوایم ببینیم سرچشمه کجاست هرچه به قله کوه نزدیکتر می شیم آب جویبارها کم و کمتر می به بالای کوه که می رسیم فقط چند تا آب باریکه می بینیم که از زیر این سنگ یا اون سنگ فوران می کنند. اما نه از رودخانه خبری هست نه از آمازون و نه از اقیانوس. سرچشمه آمازون به اون عظمت جویبارهایی هستند خرد که شما میتونی به, به راحتی در اونها آبتنی کنید. این چشمه های خورد در بالای کوه هیچ شباهتی با آمازون و اقیانوس اطلس ندارند از همون جنسند همه از آبند اما در اندازه و رفتار هیچ شباهتی به هم ندارند بر قله کوه میشینیم و به خط سیر چشمه ها که به طرف پای کوه سرازیر هستند خیره میشیم. میبینیم بخشی از این آب بخار میشه و میره هوا و هرگز به آمازون یا اقیانوس نمیرسه بخشی از این آب جذب زمین میشه و از قافله عقب میمونه بخشی از این آب توسط موجودات زنده مصرف میشه و از بین میره اما اون بخشی که در داخل جوی آب باقی میمونه کم کم از این تپه به اون تپه از این دره به اون دره و از این پرتگاه به اون پرتگاه سرازیر میشه و در پای کوه به جویبارهای برادر و خواهر خودش که از تپه ها و کوه های اطراف سرازیرند ملحق میشه و میره و میره و میره تا از اجتماع این جویبارهای خرد غول بزرگی به نام رودخانه آمازون متولد بشه تولد و تکامل ادیان و خدایان هم مثل تولد و تکامل همین رودخانه هاست مؤمنین در روزگار ما بر لب اقیانوس نشستند و به آمازون اسلام نگاه می کنند و فکر می کنند این آمازون همیشه و در همه حال همین طوری بوده اینها نمیدونند که اگه در زمان به عقب برگردند به, سرچش... به سرچشمه های دین خودشون میبینند که اون سرچشمه ها هیچ شباهتی به این دریای عظیم مسلمانان یا مسیحیان امروز نداره از نظر جنس و ماهیت یکی هستند اما از نظر اندازه و رفتار به فیلو فنجان میمانند وقتی از این زمان حاضر به طرف گذشته حرکت میکنیم و میرسیم به پای کوه اسلام یعنی به چهارصد پانصد سال پیش میبینیم نه الله این الله امروزی است نه اسلام این اسلام امروزی از این رودخانه عظیمی که امروز هست خبری نیست. به جاش رودخانه های دیگری هستند که به دریا یا صحرای هجاز می ریزند. بعضی از این رودخانه ها بزرگند بعضی کوچک، اما همه در یک بستر به هم میرسند، در بستری به نام هجاز. یکی رودخانه مسیحیت است یکی رودخانه یهودیت است یکی زرتشتی است یکی مانوی است یکی مزدکی است یکی مصری است یکی یونانی است و یکی هم رودخانه ها و جویبار های محلی که زاده و پرورده ساکنان حجاز است از تلاقی این رودخانه هایی که از فرهنگ های مختلف اومدند و در اثر شرایط زمان و سیاست روز رودخانه جدیدی در حجاز متولد شد به نام اسلام که خودش از بالا از اون رودخانه های مسیحیت و غیره سیراب شده اما از پایین و در طول مسیر رودخانه های کوچکتری به وجود آورده مثل صوفیگری، بهاییگری، شیعگری و غیره و غیره که همشون از بدنه اسلام جدا شدند و راه خودشون رو رفتند پس اسلام هم مثل هر دین و آینی از آسمان نیفتاده در زمین ساخته شده از تلاقی فرهنگ های مختلف به دست ما انسان ها و به خاطر شرایط روز حالا ما چگونه می فهمیم که رودخانه اسلام از اون رودخونه ها سرچشمه گرفته؟ خیلی ساده است چون مشخصات اون رودخونه ها یا اون ادیان و فرهنگ ها رو در اسلام می بینیم من امشب به خاطر زیغ وقت فقط چند تا مثال میزنم تا موضوع روشن بشه مثلا در دین یهود در بخش های اولیه کتاب تورات خبری از شیطان نیست به عنوان عامل شر از نظر یهودیان اولیه خدا هم خالق خیر بود و هم خالق شر هیچ برگی از درخت نمیافتاد مگر به اذن او هر وقت یهودی های بیچاره و مظلوم آن زمان از دست ظلم و ستمی که بر آنها میرفت دادخواهی میکردند و به درگاه خدایشان گلایه میکردند که چرا خدا به قوم برگزیده خودش آنقدر بلا نازل میکند ملاهای یهودی که مرشد و مراد ملاهای خودمون هستند سر مردمشون داد میزدند که این بلاها حق شماست و خدا دارد شما را مجازات می کند خدا بر شما بلا نازل می کند چون شما بندگان خوبی نیستید گناهکارید یا دارد ایمان شما را آزمایش می کند مثل اون آخوند مفتخوری که می گفت زلزله کار پستان لرزه است خجالت هم نمی کشند. تصورش رو بکنید همسایه شما زبانم لال تمام هست و نیستش رو مثلا در زلزله یا آتش سوزی از دست داده و آهو ناله میکنه و شما بهش میگی هر بلایی سرت اومده حقته چون تو آدم گناهکاری هستی چون خدا رو اطاعت نکردی خدا هم از تو انتقام گرفته آیا هیچ آدم سلیم و نفسی این سخنان فرومایه و توهین آمیز رو به همسایه مصیبت دیده خودش میگه؟ نه هیچ وقت در حالت عادی چون این چیزی ممکن نیست اما در دین این کارها ممکن است مردم دارند میمیرند اما نمایندگان خدا به مردم توپ تشر میزنند که هر بلایی سرتون میاد حق شماست تو خود بخوان عمق حماقت و بیشرمی را غرنها گذشت تا اینکه بالاخره گروهی از یهودیان در حمله بابلیان به اسارت برده شدند در اسارت بود که این یهودیان با خدای حوزه استحفاظی ایران باستان آشنا شدند یعنی خدای زرتشتیان و مانویان و مزدکیان و دیگران در ایران باستان بود که یهودی ها بالاخره پاسخ سوال قدیمی اجداد خودشون رو پیدا کردند که چرا خدا قوم برگزیده خودش را عذاب می کند آنها از زرتشتیان یاد گرفتند که خدا سرچشمه خیر است و خالق و عامل خیر در جهان خدایی که عامل خیر است نمیتواند همزمان عامل شر هم باشد پس این شری که در عالم است از خدا نیست از شیطان و یاران اوست که مدام با خدا و یارانش در مبارزه و این کشمکش همیشه ادامه دارد یهودی ها از این توضیح زرتشتیان خیلی خوششان آمد مشکل قدیمیشون ظاهرا حل شد وقتی کوروش کبیر اونها رو از اسارت نجات داد و اجازه داد تا به اورشلیم برگردند گروهی از اونها در ایران ماندند و گروهی برگشتند به وطنشان اما با افکار و اندیشه های جدید که از رودخانه زرتشتیان ایران با خودشون برده بودند یهودیان اورشلیم که به اون سیستم فکری قدیمی خودشون عادت داشتند در ابتدا از این یهودیان تازه از راه رسیده ایراد می گرفتند و اونها رو تکفیر می کردند که چرا دین خدا را تحریف می کنند اما کم کم از این توضیحات زرتشتیان خوششان آمد و این توضیحات جدید را هم در قالب بخشای جدید به کتاب‌های مقدسشان اضافه کردند و این گونه شد که در دین یهود هم خدا شد عامل خیر و شیطان شد عامل شر و ظاهرا این مشکل حل شد شیطان زرتشتیان بعدها از یهودیت به مسیحیت و به اسلام رسید مسلمانان هم همان مفهوم شیطان رو دوباره به خود ما فروختند این بار از زبان الله یا مثلا پل سرات در دین زرتشت پلی هست به نام پل چینوت که همین پل سرات مسلمانان است یعنی از ایران باستان رفته هجاز و از اونجا وارد رودخانه جدیدی شده به نام اسلام و دوباره برگشته پیش ما این بار با نام جدید پل سراد و اگه شما بپرسی آیا این پل سراد همان پل چینوت زرتشتی نیست شما رو تکفیر میکنند کنند که ایوه ناس این کفار ملعون به الله و رسولش توهین کردند اسلام در خطر است یا مثلا روزه گرفتن که از رودخانه یهودیت وارد رودخانه اسلام شده و یا مراسم حج که از رودخانه مشرکین حجاز وارد رودخانه اسلام شده و یا داستان آفرینش که تقریبا در تمام ادیان قدیمی هست که بعضی از اونها وارد رودخانه اسلام شده مثال ها بسیار است وقت کم اگر شد هفته آینده یا هفته های آینده در این باره بیشتر صحبت می کنیم من امشب تا همینجا بسنده می کنم ببینیم دوستان هستن رو خط یا نه والا یه دوست عزیزی سوال کرده سلام چگونه میتوان سوال را جواب کرد اگر میخواین تشریف بیارین رو خط من فعلا اگر هستین من عرض کردم شما یه لحظه اونجا صبر کنید که برنامه تموم بشه و بعد از عرائز من من هستم در خدمت شما که شما رو باید اضافه کنم به برنامه و ظاهرا ایشون نیستن تشریف بردن بسیار خوب پس وعده ما هفته آینده همین ساعت همین جا من از حضورتون مرخص میشم بله دوستانی رو نمی بینم اینجا بله من از حضورتون مرخص میشم و شما رو ده دقیقه با استاد بهرام مشیری تنها میذارم انسان مدرن کیست خیلی ممنونم ارز می کنم که دفاعی که ایشون در میاد آن... صحبت بر, بر سر چیز دیگری بود به این حوزه آمد. دفاعی که این هموطن بسیار بسیار محترم انجام همون سخنان 1500 سال گذشته است. در واقع شما اگر به قرآن نگاه م، می... اجازه‌بل ارزم خدمت بشون انسان مدرن چه انسانی است؟ انسان مدرن اون انسانی نیست که مثل بنده کروات زد اینجا نشسته. انسان مدرن انسانی است که بعد از قرن‌ها و هزارها تسلط دین و در تاریکی ماندن و راه به جایی نبردن. و عقل رو تعطیل کردن و هوش انسان رو خار شمردن بیدار شد و دست اول رو یعنی دست ما بعد و طبیعه رو از زندگی خصوصی مردم کنار زد اون انسان انسان مدرنه و شروع کرد نگاه زمینی کردن و دریافت که انسان در این جهان تنهاست و دریافت که انسان برای خود دارای حق است و دریافت که انسان با حق از مادر متولد می شود اما شما نگاه کنید به قرآن انسان داره هیچ حقی در قرآن نیست چون سخن تو این حوزه رسید عرض می کنن. یعنی انسان خداوند همه چیز او رو گرفته مال او رو جان او رو خریده به او بهش فروخته انسان فقط داره تکلیف هست هیچ حقی انسان ندارد در این قرآن من اینجا خدمت شما 534 آیه در عدم تساهل و نفی مخالفین و تهدید مخالفین مخالفین عقیدتی هست 531 آیه در واقع در, 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 تحریز به قتل مخالفین و قارت مخالفین هست ما در قرآن در واقع انسان انسانیست خود فروخته که هیچ گونه چیزی جز تکالیف انسان فقط داره تکلیف هست یعنی در واقع خود انسان هیچ گونه اراده از خود ندارد فقط وسیله فعلیت یافتن مشیت الهی است انسان بودن این چیزهاست که قبول نمیکنه متاسفانه متاسفانه چون این مباحث پیش آمد و در واقع یه احوال جامعی حاکم شد بر این کتاب که این کتاب دست نزدنی است و احکامش لا تغییر تق... و لا تبدل هست و این میثاق الست انسان هست با خداوند که آیات هست اینها تا فقط کاری که انسان میکند میتواند تکالیف انجام بدهد آیندهش هم فقط این است که به طرف آخرت بب... برود یعنی هیچ گونه انسان از خود دارای اراده نیست و انسان مدر انسانی بود که آمد گفت آقا انسان با حق با حقوق انسانی که حقوق انسانی بعدها در موضوع حقوق بشر مدون شد که داره حقوق هست یعنی حق بیان داره حق انتقاد داره حق تشکیل دستجات داره حق مسافرت داره و تمام این حقوق حقوق انسانی اینا هیچ کدام این اهل دین در واقع و اسلام به خصوص و فقه و فقه به خصوص اجازه هیچ کدام از اینها رو به انسان نداره یعنی به صورت یک جمود نامحمود از 1300 سال پیش چون در دو قرن اول قرن کشتار و قارت مردمان بود یعنی آدم تعجب میکنه این همه آیات در, در تحریز به قتل و گرفتن اموال و نفی غیر خود که میدانید که در این قرآن کریم که قرآن اجدادی من بوده گفت همه قبیله من آلمان دین بودن ایشون تصور نکنه من اینجا کروات زدم نشستم حالا پسون از اون فکولی هستن هستم که ایشون فکر میکنن در این کتاب مستطاب از ابتدا تا انتها شما میبینید که کتاب توحشت هست کتاب بیم هست و از دو قرن نخستین که در واقع قرن خونریزی بود و قرن قارت بود و مدینه بزرگترین محل برد فروشی بود یعنی انسانهای آزاد رو فقط به جرمی ای که اینها مسلمان نبودن میگرفتن به زنجیر می بستند با اموال مردم میبرن در اونجا و مسلمین زندگی میکردن الحمدلله رب العالمین در تمام قرآن یک آیه در باب کشاورزی نیست یک آیه در باب کار نیست یک آیه در باب تجارت نیست در حالی که و یک آیه در تحریز به قتل کشدار هست اینها هم در واقع اونچه چه ما فقه میگوییم و فقهای محترم از اون زبر بودن اینا همونطور که ایشون اشاره کردن گفتن کتاب الله گفتن بزرگترین معاخذ فقه به قول فرنگی ها میگن جورس پرودنس این کتاب فه... آه... الله خیلی خوب کتاب خدا بعد گفتن سنت رسول بعد دیدن که آقا این تشریف بر بالای جوامع مدنی بسیار کوتاه چیزی از این نیست آقا همه قانون جزای اسلام در دو صفحه نیست نمیدونم کسی دستش برید دستش ببرید کسی کسی کش گردنش رو بزنید نمیدونم صد تا شطور بدید از این حرفا دیدن که آقا آمدن دوباره از می اجماع و قیاس رو هم به میان انداختن که بتوانند فقه های بزرگ مثلا فرض کنید ابو حنیفه و اینها بتوانن یک چیزای استخراج بکنند که بشه جامعه مدرن باش, 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 اداره کرد امروز دوست عزیز عرض کردم قرآن بسیار محترم هست و مقدس هست چون تقدس در ذهنه اما اگر ما بخوام این رو تعمیم بدهیم که بله یک چیزی در لوح محفوظ از آسمان ها آمده است اینها چنین چیزی رو بنده قبول ندارم انسان مدرن هم کردم قبول ندارد به جهت اینکه آدم مؤمن در واقع کسی است که همه کمالات رو در دست داره شما برای اینکه به تعالی قدم بگذارید بایستی از خود بیرون بیایید از او جدا بشوید و بهش نگاه بکنید ببینید امر متعالی هست یا امر متعالی نیست در واقع ما آدم های مسلمان به مدت 1400 اندی سال در همون جمودی که فقه و حدود اسلام برای مبارزه یک گام جلوتر نهایی هیچ تغییری هیچ در واقع پیشرفتی هیچ امر متعالی و هیچ گونه اصلاحی در اسلام عزیز به واسطه اینکه اسلام تنها دینی است که گفته است که حتما اینها حرف خداست و حتما هم آسمان آمده دیگران چنین سخن ها نگفتن در واقع همون که خودشون فرمودن مثلا مثلا داستان تورات به طوری که ما فهمیدیم و گفتن 750 سال بعد از موسی خاخامای یهودی اون رو نوشتن یا فرض بفرمایید که انجیل رو عرض کنند که شاگردان مسیح به هم نامه ها نشن شد تا این درجه در واقع باور به این که این یک چیزی از آسمان ها آمده و نمیشه در واقع در اون اصلاحی کرد این سبب گرفتاری و بدبختی و درماندگی مسلمانان جهان هست شما وضع مسلمان جهان رو نگاه کنید شما در واقع اهمیت یک اثر یک ایدئولوژی در پیامدهای اجتماعیش ببینید شما ببینید یک جامعه خوشبخت مسلمان پیدا میکنید در جهان وجود نداره یک جامعه آزاد مسلمان یک کشفی یک چیزی حالا نفرماید بگید ابن سینا چون یک دوره بوده بر اساس ترجمه های یونانی و شما در واقع مشیدی نقدتون به جامعه مذهبی و دینی یا جامعه اسلامی چون چیزی که میگی ظاهران تعمیم پیدا میکنه به تمام ادیان نه نه عزیز بله ما داریم صحبت خودمانه میکنیم چون صحبت از مقدر قرآن هست عرض کردم قرآن بسیار کتاب و مقدسی است به جهتی که مردم باورمندن به این تقدس ما چون برای انسان ها ارزش قائلیم و انسانها به خاطر انسان, انسان بودنش محترم هستند. عقاید اونها هم محترم هست اما این که ما اصرار بورزیم که این فقه عالی ترین و بالاترین و کامل ترین و جامع ترین هست و اسلام آخرین عقیده است که سعادت بشریت رو از می کنم که تزمین می کند و رسکاری انسان فقط در اوست و سایر ادیان آمدن که اسلام عزیز که کامل تن جامعه بیاد این سخن سخن باطلی است عرض بنده این هست دهله. و به همین دلیل هم هست که به هیچ وجه مجبور هیچ اصلاحی میسر نبوده و در واقع این اندیشه به واسطه در واقع این نفوذ خارق العاده وجود خدا چون همه چیز از آن اوست و ما با او با از او آمدیم به با او بار میگردیم بنابراین با با سبب شده است که در در جوامع مسلمان اصولا این اندیشه که انسان میتواند منشأ عمل باشد از میان رفته یعنی در واقع به یک حالت انفعالی و پسیو ایجاد شده که به صورت جامد ما یک کشور ترکیه داریم در بین کشورهای مسلمان که زیر یک آدم هوشیار و آدم‌های هوشیار توانسته اندکی گلیم خود را از این موج بیرون بره بقیه, بقیه ما در گرفتاری و بدبختی و قصاص و شلاق اینا هم چیزهای آسمانی است خب نمیدونم ازدواج با دختر نه ساله و عرض میشه وقت خدمت شما ازدواج با زن پسر و از این جور داستان ها همه اینها رو ما به عنوان کتاب های اقوال آسمانی پذیرفتیم اما وقتی نگاه میکنیم ببینیم از زمینی هم زمینی تر هست این بود که عرض کردم هلی. که اجازه بدید انسان آه... رو نمیپذیم آقای آه... آه... فرشتیان البته متاسفانه ما از ابتده برام تلاش